معاون اداری رئیس وزرا در ادامه دیدارهای مردمی در ولایت شمالی کشور وارد شهر میمنه شده و طی نشست مردمی در سالن مقام ولایت که شماری از بزرگان امارت اسلامی، علما، نمایندگان و متنفذین مردم حضور داشتند، مشکلات و خواسته های مردم را استماع نمود. یک تن از متنفذین قومی به نمایندگی از مردم صحبت نموده، با استقبال از موجودیت امنیت فعلی در سطح ولایت گفت که تداوم این وضعیت به اتحاد و همپذیری اقوام بستگی دارد و همچنان خواسته های مردم را که در قسمت اشتغال زایی، اعمار بندهای آبگردان، تطبیق پروژه های عامل منفعه و کاهش مالیات خلاصه کرده بود، مطرح نمود. حمایت از جوانان خلاق و با ابتکار، از این جوانایی که هستن، مثلا خلاصه میگم، باید از جوانا چیزی استفاده صورت بگیره، استفاده بهینه. امروز شما فکر کنید دکتر ما در خارج میره، دیگه ما در خارج میره، وقتی شما ببین بر از اینکه 1000 دکتر از غرب چیز بکنه 2 میلیارد اورو باید مصرف بکنه. ما شما نباید جوانای خود از دست بدیم، به هر شکلی که میشه با ما شکم تشویقشون کنیم، برسیم بهشون. معاون اداری رئیس الوزراء پس از استماع مشکلات و خواسته های باشندگان ولایت فاریاب گفت: در رابطه با پروژه هایی که در اینجا شما یادآوری کردین، ما براتون اطمینان میدیم که اگر یک افغانی هم از مصارف روزمره حکومت اضافه شود، او انشاءالله به خاطر کارهای انکشافی شما به مصرف میرسد. انشاءالله هرچی امکانات بود همه ولایات افغانستان در نظر گرفته میشود و به خاطر حفظ و مراقبت پروژه هایی که قبلا صورت گرفته است یا نیمه کار مانده است، انشاءالله همه از اونها کوشش میکنیم که شامل بودجه انکشافی سال آینده شوند. کار بزرگی که برای امسال در نظر گرفته شده بود، الحمدلله فعلا هم به صورت شدت، یعنی کار جریان دارد. کانال پروژه ملی زراعتی قشتپه است. قابل یادآوری است که مولوی نیک محمد حذیفه، قمندان امنی فاریاب، به نمایندگی از مسئولین حکومت محلی از تأمین امنیت و روند حکومتداری شفاف در این ولایت اطمینان داد.